به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. در برابر حمله قریب الوقوع ترکیه و متحدانش، کردهای سوریه از چراغ سبز به بشار اسد میگویند و از پیام به کرملین. آنها که این مناطق را با خون دل به دست آوردند به بشار اسد خواهند داد. از یک خبرنگار که حوزه‌اش وزارت دفاع آمریکاست میپرسیم تصمیم دونالد ترامپ چه عواقبی دارد. همچنین دو میهمان خواهیم داشت، یکی رئیس پیشین کمیسیون دفاع پارلمان کردستان عراق و دیگری از مشاوران تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در امور اطلاعاتی و امنیتی طی دوره انتقالی از دولت اوباما به ترامپ. همچنین در برنامه امشب، آمار بحث‌انگیز دولت ایران از کاهش 2% نرخ بیکاری، روش محاسبه چقدر صحیح است؟ نماینده ناتو در افغانستان از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته صبور باشند. از او میپرسیم آیا به کمک کمیسیون مستقل انتخابات خواهد شتافت؟ و دومین روز حضور خیابانی فعالان اقلیمی در مرکز لندن، میگویند دو هفته از جایشان تکان نمیخورند تا صدایشان شنیده شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در سوریه گروه‌های کردی که تا همین چند ماه پیش شانه به شانه ارتش آمریکا می‌جنگیدند، می‌خواهند با دولت بشار اسد وارد معامله شوند و باب گفتگو را با کرملین باز کنند. چرا؟ چون می‌گویند دونالد ترامپ به آنها از پشت خنجر زده و با عقب کشیدن نیروهای آمریکایی آنها را در برابر دشمنی قدرتمند تنها گذاشته، در برابر ارتش مجهز ترکیه. ترکیه این گروه های کرد را عقبه گروه پکاکا، حزب کارگران کردستان می‌داند که سالهاست در ترکیه مبارزه مسلحانه را شروع کردند. حالا کردهایی که نزدیک به یک سوم خاک سوریه را کنترل می‌کنند، از آمریکا دل بریدند و به جبهه مقابل رو کردند. آنها این مناطق را که از کام داعش بیرون کشیدند به بشار اسد خواهند داد. حمله قریب الوقوع ترکیه چینش مهرها در سوریه را به چه شکل تغییر خواهد داد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از باران عباسی. تانکای ارتش ترکیه آماده پیشروی به آن سوی مرز، منطقه تحت کنترل کردهای سوریه. رئیس جمهوری ترکیه که این نیروها را تروریست میخواند گفته دستور حمله ممکن است هر لحظه صادر شود. چند صد نیروی آمریکایی که تا دیروز مانع حمله ترکیه به کردها بودند، از مواضعشان در روستاهای مرزی سوریه عقب نشینی کردند. کردها، متحد اصلی آمریکا در جنگ با داعش، میگویند آمریکا با این تصمیم از پشت به آنها خنجر زده. دولت ترامپ با این کار به دموکراسی و ارزش‌های انسانی و به نیروهای دموکراتیک سوریه خیانت کرده. ترامپ به امید این نیروها خیانت کرده. ترامپ امید کسانی رو که می‌خواستن داعش نابود بشه ناامید کرده. این تصمیم تأثیر منفی روی نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه‌های مختلف قومی و مذهبی ساکن سوریه خواهد گذاشت. اما فقط کردها نیستند. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا انتقاد بسیاری از سیاستمداران آمریکایی، حتی همحزبی‌هایش را به دنبال داشته. این تصمیم باعث میشه داعش دوباره قوی بشه. هیچ چیزی برای داعش بهتر از دعوای فعلی ترکیه و کردها نیست. کردها حالا مجبور میشن با دولت بشار اسد متحد بشن، چون دیگه کسی رو ندارن که روش حساب کنن. در پاسخ به انتقادها، دونالد ترامپ از تصمیمش برای خروج از شمال شرق سوریه دفاع کرد. هرچند که ما روند خروج از سوریه را شروع کرده ایم، اما کردها که مردمی خاص و جنگجویانی فوق‌العاده هستند را تنها نگذاشته ایم. همانطور که پیشتر هم قویاً هشدار دادم، دوباره تاکید میکنم اگر ترکیه از خط قرمز من عبور کند، اقتصاد ترکیه را ویران خواهم کرد. ایران از عقب نشینی نیروهای آمریکایی استقبال کرده، اما حمله احتمالی ترکیه را نگران کننده خوانده. چنین اقدامی در صورت وقوع نه تنها نگرانی های امنیتی ترکیه را برطرف نخواهد کرد، بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده‌ای خواهد شد و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی مخالف است. انتقادهایی که به نظر نمی‌رسد تأثیری در تصمیم ترکیه برای حمله به شبه نظامیان کرد گذاشته باشد. این منطقه است که ترکیه می‌گوید در نظر دارد آوارگان سوری را که فعلا در ترکیه ساکنند در آن اسکان دهد. اما ترکیه هیچگاه تلاش برای دور کردن کردها از خط مرزیش را پنهان نکرده.
در مرز ترکیه و سوریه فضایی از انتظار حاکم است. وسعت عملیات ترکیه تا کجا خواهد بود؟ کردها را به کدام سو خواهد کشاند و تاثیر آن بر بقایای نیروهای داعش چه خواهد بود؟ باران عباسی، بی بی سی. جک دچ، خبرنگار پنتاگون وبسایت المونیتور از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای دچ، خیلی خوش آمدید به برنامه. این پایان حضور نظامی آمریکا در سوریه است؟ قطعاً پرزیدنت ترامپ در توییت های خودش چنین چیزی اشاره کرده بود، اما چیزی که از بقیه دولت شاهد بودیم این بوده که نه، همچنان حضور آمریکا رو خواهیم داشت. مقام های کاخ سفید که داشتن با ما صحبت میکردن، چیزی که گفتن به ما این بوده که حدوداً یه حدود 40-50 تا نیروی آمریکایی از منطقه خارج شدن، بنابراین واقعا تاثیر خاصی نخواهد داشت برای یک حمله احتمالی ترک ها. اگر که شما واقعا دارید این سربازها رو از این نیروها را از یک نیروی حدوداً 1000 نفری خارج میکنید، خیلی نباید تاثیر داشته باشه. اما اگر که در اون نیروهای دموکراتیک سوریه که نیروی عمدهشون کردها هستن، اگر اونها بتونن که مقاومت کنن در برابر ترک ها، این یک بحث این که اون تکلیف داعشی که در زندان های اونها هستن چیه، بنابراین این یک بحث هست که همچنان باید ببینیم که واقعا چه خواهد شد. در مورد داعش هم از شما میپرسم، ولی چطور میتونن از کردها حمایت تسلیحاتی بکنن؟ اونطور که آقای ترامپ یا بعضی از مقام های آمریکایی میگن، میدونیم که کردها در منطقه ای هستند که تقریبا راه خیلی قابل اطمینانی برای دسترسی به تسلیحات سنگین آمریکایی نخواهند داشت. It's not clear what's going to happen with the weapons. روشن نیست که در ارتباط با بحث انتقال سلاح به اونها چه اتفاقی خواهد افتاد. تا همین چند هفته پیش پنتاگون اصرار داشت که تحویل سلاح به کردها به روال سابق ادامه خواهد داشت، اما معلوم نیست که چطور این کار خواهند کرد. یک نکته کلیدی که آمریکا در گذشته تونسته بکنه ظرف حتی 24 یا 48 ساعت این بوده که یک نیروی از نظر اطلاعاتی و از نظر هوایی هماهنگی های خودشون رو با ترکیه قطع کردن و این موفق شده که فعالیت ترک ها رو مختل کنه. بعضی ها این رو عقب نشینی آمریکا تلقی کردن، اما آمریکایی ها، دولت آمریکا گفته که این حرکتی بوده برای اینکه ترک ها رو از اون منطقه امن دور نگه دارن. بنابراین در مقایسه با اون ارائه کردن تسلیحات به کردها، ممکنه که چنین اقدامی رو این بار پیش بگیرن. ترکیه با حضور نیروهای آمریکایی نمیخواست وارد اون منطقه بشه. حالا که ترکیه میخواد وارد بشه و از طرفی هم آمریکا حرف از حمایت تسلیحاتی از گروه‌های کرد میزنه، به معنای این نمیتونه باشه که آمریکا داره از گروهی حمایت میکنه که علیه یکی از اعضای ناتو مبارزه مسلحانه انجام میده؟ خب این ادعای ترک ها بوده همواره، بله، که شما نمیتونید یک همپیمان ناتو داشته باشید و همزمان از یک نیرویی که از نظر ترک ها یک نیروی تروریسته حمایت کنید. اما آمریکایی ها همواره گفتن که نمیخوان که وارد این منازعه بین ترکیه از یک طرف و نیروهای کرد تشکیل دهنده نیروهای دموکراتیک سوریه بشن. بنابراین از این طرف اینها میخوان که به اونها کمک کنن که بتونن به تنهایی از خودشون دفاع کنن وقتی که آمریکایی دیگه حضور نخواهند داشت، اما به هر حال باید به یک طریقی اینها رو نگه دارن و نیروهای آمریکایی رو همزمان عقب بکشن، اما توانایی کردها رو هم حفظ کنن. نیروهای داعش که در مناطق کردها هستند، بعضی از اونها اسیرند، زندانیند، بعضی هم در اردوگاه ها نگهداری میشن. تا چند اندازه اینها توان سازماندهی دوباره دارند و ایجاد مشکل؟ در چند هفته اخیر پنتاگون اصرار کرده که این
خیلی محتمل هست که شما یک تهدید جدید، یک نسل جدیدی از چنین تهدیدهایی را از اردوگاه‌های پرشمار و خیلی شلوغ این منطقه که کردها نمیتونن به صورت دائمی ازش محافظت کنن، چنین تهدیدی از این اردوها بیان. این ممکنه که زندانی‌ها از این اردوگاه فرار کنن و وقت دوباره اینها رو در میدان جنگ ببینید. این یک نگرانی بزرگ برای آمریکاست و بنابراین اگر که ترکیه به این منطقه حمله کنه ممکنه که چنین ریسکی، چنین خطری رو شاهد باشیم. ممنونم از جک دچ، خبرنگار پنتاگون، وبسایت المانیتور از واشنگتن با ما. و اما آری هرسین، رئیس پیشین کمیسیون دفاع پارلمان کردستان عراق با ماست. آقای هرسین همین الان هم عضو رهبری حزب دموکرات کردستان عراق هستند، از اربیل به برنامه ما پیوستند. آقای هرسین، حرف از آغاز گفتگوها یا تمایل کردها به گفتگو با دولت بشار اسد، اونها میتونن به بشار اسد اعتماد کنند؟ البته شب شما بخیر. البته این یک آلترناتیوه. اونا نگفتن که ما میریم با بشار اسد یعنی مفاوضه میکنیم. حقیقت امر اینه که این دفاکتوه. وقتی که نیروهای آمریکایی از سوریه خارج بشن و کشور ترکیه هجوم بکنه به اون منطقه ای که کرد نشینه و آزاد شده، خب هیچ راهی دیگه ای نمیمونه. یعنی این مثل راه بقاست. دلو به نظر آیا این دولت بشار اسد خواهد بود که شرایطش رو بر کردها دیکته بکنه؟ 100% 100% میتونه. به خاطر اینکه در اون موقع اگه این رخ بده، حکومت بشار اسد در موضع قوت یعنی با کردها صحبت میکنه، 100% میتونه شرایط خودش رو تحمیل بکنه. یکی از گزینه‌ها فراتر از سوریه روسیه است. گفته شده که شاید کردهای اون منطقه راهی غیر از این نداشته باشن که با کرملین هم وارد گفتگو بشن. روسیه چه کاری میتونه بکنه برای کردهای اون منطقه؟ به نظر من یعنی از نظر فیزیکی، از نظر اینکه یعنی منم همین سوال میکنم، اگه این کارو بکنن روسیه یعنی هواپیما و تانکای خودشو میاره توی کردستان سوریه برای اینکه از مردم اونجا دفاع بکنه؟ این کارو نمیکنه. به نظر من بیشتر این معنای دیگری میده، یعنی اینکه روسیه از کانال‌های دیپلماتیک خودش استفاده بکنه در منطقه و در اروپا که یه راه صلح‌جویانه و واسه حل این مشکل پیدا بکنه. گفته میشه که هنوز بقایای داعش در اونجاها هستن، در بعضی از مناطق تحت کنترل یا نزدیک مناطق تحت کنترل کردها به شکل مخفی و یا نیمه مخفی. اگر اونها دوباره مشکل ایجاد بکنند، آیا کردهای سوریه با آمریکا دوباره همپیمان خواهند شد علیه اونها؟ البته همپیمانی در مقابل یک گروه تروریستی مثل داعش یک واجب دموکراسی است برای تمام اون کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارن. ولی دوست عزیز، من میخوام نظر شما رو به یه چیز دیگه جلب کنم. میگن که وقتی که تاریخ خودش رو تکرار میکنه یک کمدی میشه. این حالتی رو که ما الان میبینیم مثل حالتیه که آقای اوباما در 2011 وقتی که تصمیم گرفت نیروهای آمریکا رو در عراق بیرون ببره، دیدیم که چی شد. دیدیم که یعنی میدان خالی شد برای اینکه نطفه های جدید تروریستی در منطقه یعنی خودشون رو تکثیر بکنن. به خاطر همین به نظر من اگر این رخ بده اینی که شما الان به همان اشاره کردید، ممکنه خیلی دیر باشه که آمریکا بیاد و یه کاری باش بکنه. به خاطر اینکه شما فراموش نکنید که مسئله سوریه، الان ایران در سوریه حضور داره و ترکیه حضور داره و اسرائیل با این جنگی که با سوریه داره غیر مستقیم اونم حضور داره، آمریکایی‌ها حضور دارن.
یعنی یه حالت فوضوی یا یعنی کاوس در سوریه هست و خطر انفجار در آن هست. به خاطر همینه که ما امیدواریم که هم ترکیه در نظر اول و ایران و آمریکا راه‌های دیپلماتیک پیدا بکنن برای حل این مشکل. گروه های متعددی از کردها به خودمختاری در سوریه امید بسته بودند. نقش اونها در سوریه بشار اسد به چه شکل خواهد بود؟ خب سیاست مصالح مشترکه. وقتی که مصلحت دو طرف توی یک نقطه بیفته حتما یکی یه چیزی میده یکی میگیره. من خیلی خوشبین نیستم یعنی ما در اینجا خیلی خوشبین نیستیم به این که بشار اسد خودمختاری رو مثل یه هدیه کوچک به کردهای سوریه بده. ما بیشتر امیدواریم که آقای اردوغان یک بار دیگه یعنی دو بار فکر بکنه قبل از اینکه هجوم رو به منطقه کردستان و سوریه آغاز بکنه. گفتید که به مذاکره هم هنوز میشه امیدوار بود. مذاکره بین گروه‌های کرد و همینطور دولت ترکیه؟ به نظر من بیشتر مذاکره بین اون طرف‌هایی که میتونن تأثیر بذارن توی روی تصمیم گیری ترکیه. مثلا اتحاد اروپا، مثلا اون کشورهایی که خیلی نزدیک هستن با ترکیه، اینا میتونن روشون تأثیر بذارن. و خود آمریکا یک فاکتور خیلی مهم هستش اینجا. و به نظر ما باید ولایت متحده آمریکا رول خودش رو دور خودش رو ببینه در این موقع ها. به خاطر اینکه درسته که از طرف فیزیکی، از روی فیزیکی مسافه بین سوریه و آمریکا هزاران هزار کیلومتره، ولی مصلحت آمریکا در منطقه خودشون بهتر از ما میدونن که مصلحت ایشون در خطر میفته. متشکرم از آری هرسن، رئیس پیشین کمیسیون دفاع پارلمان کردستان عراق. بیژن کیان، قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ، هم از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست. آقای کیان، بسیاری میگن که حضور آمریکا نمادین بود. با این خروج دولت آمریکا چی به دست میاره؟ مطمئن نیستم دولت آمریکا چه به دست میاره، ولی مسئله پیچیدگی داره و نمیشه فقط از یک زاویه بهش نگاه کرد. ما البته عملی که آقای ترامپ اعلام کردن به دقت بررسی نشده، یه سرخطی داده شده و همه عکس‌العمل‌ها نسبت به اون هست. مثلا آیا نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در شمال شرقی سوریه حضورشون از لحاظ کمی مطرح بوده، یعنی تعدادشون مطرح بوده، یا اینکه از لحاظ کیفی، یعنی اینکه حضورشون در اونجا باعث تنش زدایی می شده و عمل بازدارنده نظامی رو انجام می داده؟ یه عده از ناظران هم معتقد هستن که حضور آمریکا در منطقه در حقیقت حمایتی از کردها و رویارویی آنها با ترکیه خواهد بود. مطمئن نیستیم که کدوم یکی از اینها دقیقاً عمل کرد داره، ولی هیچ چیز مثبتی من نمی‌بینم آقای موسوی در این مورد. روسا منفعت خواهند برد از این، ایران، دولت جمهوری اسلامی در ایران منفعت خواهد برد، و مهمتر از همه داعش. امروز 11,000 زندانی داعش اون طرف مرز هست که اینا زندانی هستن. ما ندیدیم که دولت ترکیه رویارویی جدی با داعش داشته باشه و حالا به هر دلیلی، ولی چیزی برای به دست آوردن اونجا وجود نداره. به نظر من منفیه و امیدوارم که نتیجه روشن‌تر از اون باشه که صحبت‌های اولیه بوده. آقای کیان، تا چه اندازه آمریکا از اهرم اقتصاد میتونه برای کنترل ترکیه استفاده بکنه؟ این نگرانی وجود داره که نیروهای ترکیه بعد از ورود به اون مناطق جنگی رو شروع بکنن که پیامدهای اون خیلی روشن نیست. خب ببینید، دست آمریکا واحد پولی دنیا دلار هستش، همونطور که مطلع هستید. سیستم بانکی دنیا از کانال‌های سیستم بانکی
ایالات متحده میگذره و امکانات اقدامات اقتصادی و یا شروع یک جنگ اقتصادی برای ایالات متحده امکاناتش بسیار زیاد هست. حتی وقتی راجع به فشار حد اکثری میشه، این فشاری که در حال حاضر هست به هیچ عنوان حد اکثری نیست، خیلی بیشتر از این میشه فشار اقتصادی ایجاد کرد. ولی دست آمریکا بازه در همه موارد، به دلیل واحد ارزی آمریکا، واحد غالب در تجارت بین المللی و به واسطه سیستم بانکی آمریکا. بنابراین تحریم ها به نوبه خودشون تاثیرگذار هستن، ولی عوامل اصلی، اهرم اصلی قدرت، ارز آمریکا و سیستم بانکی آمریکاست. آقایان، در نهایت آمریکا شاید نمیخواست که برای مدتی طولانی در سوریه بمونه. بعضی از طرفداران آقای ترامپ میگن که زمانی باید این تصمیم رو میگرفت و خب حالا گرفته. بله، من فکر میکنم که بایستی سابقه این مسئله رو از زمان ریاست جمهوری آقای اوباما بررسی کرد و نگاهی به عقب داشته باشیم که ایشان در مقابله با مسائلی که در ارتباط با سوریه و به خصوص روسیه اتفاق افتاد چه عکس العملی داشتن. و ببینید، مشکلی که تصور بکنیم که دولت ایالات متحده آمریکا با یک متحد خودش، یعنی دولت ترکیه که نیرومندترین قدرت نظامی در ناتو هست، وارد جنگ بشه، بنابراین چنین امکانی وجود نداره. میمونه اون طرف خط نیروهای دموکراتیک سوریه و خب اونها هم 100,000 شاید بیشتر سرباز دارن که نیروهای YPG و یا نیروهای گروهی که به گروه حمایت مردمی نامیده میشن و لازه از دید دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن، شاخه ای از PKK یا حزب کارگران کردستان هستن. بنابراین این اختلاف بسیار بسیار عمیق و قدیمیه و از زمان آقای اوباما این صحبت ها ادامه داشته. به طور قطع چیزی که تا اونجایی که من میتوانم با اطمینان بگم اینی که راجع به نیروی کوچک نظامی در شمال شرقی سوریه صحبت میشه. این خروج نیروهای آمریکا از سوریه بایستی دقیق‌تر راجبش صحبت بشه که تعدادش چقدره، در کجا بوده، چه عملکردی داشته. البته من معتقد هستم که گذشته از خاصیت کمی حضور نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه، خاصیت کیفی آن مهمتر بوده. یعنی همین که حضور داشته از تنش بیشتر و از بالا رفتن تنش جلوگیری میکرده. همطوری گفتم بعضی ها معتقدن که نه، اینطور نبوده، این حمایت از کردها بوده و الان امروز میبینیم، لازم نیست که حدس بزنیم، میبینیم که رهبران کرد بسیار بسیار ناراحت هستن و حق هم دارن، میگن ما آمریکا رو کمک کردیم، جنگیدیم و حالا تنها موندیم. بسیار ممنونم از بیژن کیان، قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دوله انتقالی. باید اضافه بکنم که در برنامه صفحه دو هم میتونید این بحث رو دنبال بکنید، بسیار با جزئیات بیشتر و با تحلیل‌های بیشتر بلافاصله بعد از برنامه 60 دقیقه برنامه صفحه دو رو حتما ببینید. و مرکز آمار ایران میگوید بیکاری نسبت به پارسال کمتر شده، البته آماری که ارائه کرده با تغییری در شیوه محاسبه به دست آمده. به جای نمونه‌گیری از افراد بالای 10 سال، اشخاص بالای 15 سال را در نظر گرفته. با این حساب بیکاری با 2% کاهش نسبت به تابستان پارسال به 10.5% رسیده. این آمار ارقام جالب توجه دیگری هم دارد. هادی نیلی گزارش می‌دهد. خب به هر حال ما از این دوران سخت عبور کردیم. الان گزارش‌هایی که دولت ایران میگوید اقتصاد کشور از پیچ گردنه گذشته و حالا وضع رو به بهبود است. اقتصادی که در سالهای اخیر از یک سو دچار بحران‌های داخلی مثل صندوق‌های اعتباری ورشکسته و بازار متلاطم ارز بوده و از سوی دیگر زیر فشار خارجی تحریم‌های گزنده آمریکا. آمارهایی هم که قرار است فنی و دقیق باشد، ظاهراً به نفع همین اظهار نظرهای سیاسی و تریبون پسند شهادت می‌دهد.
مرکز آمار ایران میگوید بیکاری در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 2% کاهش پیدا کرده. از 12.3% رسید به 10.5%، پایین ترین نرخ در 5 سال گذشته. اگر مشت نمونه خروار باشد، از حرفهای شهروندانی که با رسانه‌های دولتی ایران گفتگو می‌کنند، به نظر می‌رسد این رقم‌ها چندان برایشان ملموس نیست. اعدادی‌اند روی کاغذ. این نرخ 2% در واقع اگر که واقعا اعمال شده باشه، باید در زندگی ما هم به صورت ملموس در اطرافیان، در جامعه آدم نمودش رو ببینه. مستقش تو اطرافیانم نمیبینم. ما توی خود مردمیم، ما جز ایناییم. داره برامون اتفاق میفته. این چیزایی که اینا جز آمار دارن میگن، تو خودمون، تو دور و بریامون، تو بستگانمون. ولی اینا روی کاغذ دارن میگن. چیزی که آدم احساس میکنه تو جامعه، دقیقاً من میتونم مثال بزنم، عین تورم دیگه. میگن که مثلا قیمت‌ها یا تورم کاهش پیدا کرده، در صورتی که چیزی که ما احساس میکنیم و لمس میکنیم تو جامعه همچین چیزی واقعیت نداره. آماری که البته با یک تغییر در شیوه محاسبه به دست آمده. امسال به جای در نظر گرفتن افراد بالای 10 سال، بالای 15 ساله ها را در نمونه گیری آوردند، با نمونه گیری 1%. ما به 1% خانواده کشور در سال مراجعه میکنیم. اگر 24 میلیون خانوار فرض کنیم داشته باشیم، به 240 هزار خانوار ما مراجعه میکنیم. این برآیند کل کشورش که توضیح میشه. این حجم از نمونه کافی است تا به اون شاخصهای کلیدی بازار کار ما دست پیدا کنیم. تعریفین از شاغل رو هم بفهمید. فکر نکنید فقط تمام افرادی که در کل طول سال شاغل هستن، خب در صورتی که کسایی هستن کار فصلی دارن، و فکر نکنیم افرادی که حتما کل فصل رو با شاغل باشن ما شاغل محسوب کنیم. بخشی از طول هفته رو کار کردن، این در یک هفته مرجع 1 ساعت کسی شغلی رو انجام داده باشه، شاغل تو این. در این محاسبه فقط افرادی بیکار شمرده میشوند که در هفته آمارگیری هم بیکار بوده باشند، هم جویای کار، هم آماده که در آن هفته یا هفته بعدش برای فرصت شغلی فرضی سر کار بروند. همه اینها بدون در نظر گرفتن جمعیتی است که بیکار است اما به هر دلیلی جویای کار نیست. حدود 55% از جمعیتی که در سن کار هستن غیر فعال هستن، وارد بازار کار نمیشن. خانه‌دار هستن، در حال تحصیل هستن، بازنشسته ها، کسایی که در واقع دارای درآمد بدون کار مثل بورس و ارشد که بحث دیگه هستن. تعداد 27,600 نفر، 24,750,000 نفر شاغل بودن، یعنی 89.5% نرخ اشتغال، و اونهایی که جوی کار بودن و همچنان موفق به پیدا کردن شغل نشدن که اون نرخ بیکاری ما اینجا به دست میاد، 22,890,000 نفری که 10.5% در واقع نرخ بیکاری ما بوده. در هفته های اخیر مرکز پژوهش های مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که میگوید افت نرخ بیکاری نه به خاطر افزایش اشتغال، بلکه به خاطر دل سرد شدن مردم از جستجوی کار است، از جمله بابت نامساعد بودن وضعیت بازار که یا شغل در خور مهارت ها و دانسته هایشان را پیدا نمی کنند یا دستمزد پیشنهادی بازار برایشان جذابیت کافی ندارد. این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید اگر این افراد نبودند، نرخ بیکاری میتوانست تا حدود 3% بیشتر باشد. همین آمار تازه منتشر شده میگوید سهم فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در میان بیکاران بیشتر شده. با حدود 5% افزایش، الان حدود 44% بیکاران دانشگاه رفتند. آماری که بین زنان بیش از مردان است و در شهرها بیش از روستاها. بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله هم از 26% گذشته. مؤلفه هایی معنادار از نظر اجتماعی. در مقایسه استانها، بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بوده، حدود 15%، و کمترین در استان زنجان، حدود 5%. عددها و رقمهایی که در نهایت قرار است آینه ای از وضع اقتصاد و صنعت ایران باشد، هرچند هیچ کدام به تنهایی تصویر کاملی به دست نمی دهند. اما گاه برای شهروندان دنیای دیگری را نشان می دهند، بی ربط به آنچه در زندگی روزمرهشان می بینند. هادی نیلی، بی بی سی. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما. آقای سلطانی، در یک سال اخیر چه گشایش اقتصادی رخ داده که دولت بتونه به اون به عنوان نقطه مثبت اشاره بکنه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. همونطور که فکر میکنم حدود یک ماه خورده پیش بود تو همین شبه که من صحبت کردم، ما گشایش اقتصادی عمده رخ نداده، به جز اینکه به علت امواج گرانی و تورم و بالا رفتن هزینه ها
و عدم افزایش متناسب درآمد مردم با هزینه تو این دو سال گذشته، تورم بازارهای سرمایه‌ای، یعنی سرمایه‌ای بالای 200% بوده. چطور شما ارز، طلا، بازار سهام و مسکن رو نگاه کنید، تورم بالای 200 تا 250% بوده. اما وقتی که درآمد مردم رو به طور کلی محاسبه بکنید، متوجه میشید که ما اینجا در خوشبینانه‌ترین حالت 30-40% درآمد رفته بالا. از اون طرف مواد غذایی در حدود مثلا 100% رفته بالا، لوازم خانگی و اقلام خودرو و خیلی اقلام دیگه حدود مثلا 200%. من میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که در شرایطی که درآمد مردم به اصطلاح سرکوب شده، دستمزدها سرکوب شده و ما با شوک‌های ارزی و قیمتی هستیم، طبیعتاً رکود پیش میاد، که من میخوام اینو عرض بکنم که ما از مرحله رکود هم تا حدی رد شدیم، ما وارد مرحله قفل شوندگی اقتصاد شدیم. من سلطانی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی میگن که نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شده، از اون طرف هم آقای روحانی گفته که ما پیچ این فشارها و نقطه اوجش رو پشت سر گذاشتیم. خدمتتون عرض کنم که آقای همتی استناد به یک گزارشی کردن که از قرار معلوم در شهریور ماه 1.25% به اصطلاح شرکت‌های بورسی مثل اینکه اکتیویتیشون، فعالیتشون افزایش پیدا کرده. در مورد این شرکت ها ما عرض کنم که 80% شرکت هایی که ما کردیم اینا وابسته به اصطلاح بنگاه های عمومی و بخش های دولتی هستند، یعنی به اصطلاح خصولتی هستند. و مسئله بعدی این است که این شرکت ها ارتباط معناداری رو با اقتصادیان برقرار نکردن. شما توجه فرمایید استانهای خوزستان، بوشهر و کرمان سه استانی هستند که دارای میزان بالایی از شرکت‌های پتروشیمی، معدنی، نفتی، فولادی هستند. شما می‌بینید که این استان‌ها توسعه لازم رو پیدا نکردند و می‌بینید که تو این استان‌ها بین این بنگاه‌های بالادستی و اقتصاد منطقه‌ای به اصطلاح ارتباط لازم برقرار نشه. من منظورم این است که ما در ایران نه تنها مشکل و بحث متوسط مفقوده رو توی طبقه متوسط داریم، لحاظ جمعیت ما متوسط مفقوده رو در بنگاه هم داریم، یعنی ما یک سری بنگاه های بسیار بزرگ داریم با سودهای بسیار بالا و تعداد بسیار زیادی بنگاه های صنعتی و تولیدی غیره خود که معمولا توی وضعیت مناسبی در مجبور به سر نمیبرن. بنابراین رشد تعدادی شرکت های بورسی، اگه اجازه بدین بیشتر توضیح بدم بهتر است، که تو این دو سال گذشته به رانت منابع معدنی، نفت، گاز، انرژی دسترسی داشتن. شما دقیق بفرمایید، ما 20 تا بنگاه بورسی رو حساب کردیم در سال گذشته، 20 تا بنگاه بورسی معدنی، فولادی، نفتی و پتروشیمی، اینها 76,000 میلیارد تومان سود خالصشون بود، یعنی آقای سلطانی ببخشید به 1,000,000 تومان. ببخشید بعد تو این شرایط یک سال گذشته بله ببخشید، همین شرکت های بزرگی که شما بهش اشاره کردید تحت فشار تحریم هستند. میدونیم که اقتصاد به شدت با مانع و مشکل روبروست، خصوصا از طرف تحریم ها. چطور اینها تونستن سود کنن که به سودی که شما بهش اشاره کردید؟ بخش اعظم این سود از اینجا حاصل شده که نهادهای ورودی اینها، یعنی قیمت سنگ معدن، قیمت نفت، گاز و برق و آب، متناسب با قیمت فروش اینها افزایش پیدا نکرده. به عبارتی هزینه های اینها کما بیش ریالی مونده، منتها فروش اینها
به دلار صورت گرفته که این سود عظیم ایجاد شده. بنابراین از دیدگاه دولت و از دیدگاه به اصطلاح بالادستی ها و کسانی که دولت جدی هستند در بالا، بله این شاید تحریمی خیلی خیلی برای این بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی خوب بوده و سودهای کلان کسب کردن. من به عنوان مثال میتونم به این اشاره کنم که مثلا بانک‌های خصوصی که دارایی کسری زیادی بودن، ملک‌ها و دارایی‌هاشون سه برابر شد و به عبارتی تو این شوک ارزی قیمتی تونستن خودشونو به این بخش‌های شبه دولتی و به اصطلاح خصولتی اینها تونستن خیلی استفاده کردن. منتها عامه مردم به فلاکت کشیده شدن. من غیر از اینکه آمارها رو چک میکنم، بررسی میکنم، با خیلی از مردم صحبت میکنم، خیلی اخشار رو چک میکنم، شما مسئولین دولت یا هر کسی میتونه توران چک بکنه درآمد یک آرایشگر، درآمد یک خرده فروش، درآمد یک راننده خودرو و درآمد اکثر افرادی که توی بخش‌های مختلف هستن نسبت به یه سال دو سال پیش رابطه متناسب با این شبتی نداشته. متشکرم. به عنوان مثال شما اگه مثلا در تهران و مخبر. سپاسگزارم. با پوزش به دلیل که وقتمون محدود، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کندی کار دبیرخانه این کمیسیون انتقاد کرده. محمد عبدالله گفته اگر روند درج اطلاعات دستگاه بیومتریک به گونه ای که در 10 روز گذشته پیشرفت انجام بگیرد، اعلام نتایج انتخابات در روز 27 میزان یا ماه مهر ممکن نخواهد بود. از طرف دیگر حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات در مصاحبه با خبرنگار ما علی حسینی گفته با اینکه تخلیه اطلاعات دستگاه بیومتریک به مشکل برخورده، روند کار دبیرخانه عقب نیفتاده. از عمل در این مورد واضح هست که باید ناظرین به نوبت داخل دیتا سنتر بیا، ولی ما بدون از اینکه نظر بدون از نوبت هم نظارت دقیق داشته باشه ماسکرین برشان نصب کرده و اونجا اینا از ورق ورق میتونن نظارت دقیق بکنن. در قسمت کار تخنیکی حالا نگرانی ها مطرح شده. به طور مثال آقای ننگ. امین نگرانی چی مانا؟ به طور مثال. امین نگرانی چی مانا؟ اگر کسی نگرانی چی مانا؟ ثبوت داره بیاید. به طور مثال آقای ننگ. من برتون میکنم برای ما. ما یک چیز برای شما واضح میگم. اگر نگرانی مانا، ما امین نگرانی را امین کلمه ایشم خوش ندارم. ولی خواهیم خان داشته وجود داره. اجازه بدین آقای ننگ برتون بگم. ثبوت داشته باشه. بیان پیش کنه. آقای ننگ، بحث دیتا انتری با تاخیر روبرو شده، یعنی بر اساس او کارهای بایومتریک، دستگاه بایومتریکی که داشتین و خودتان میگین که در روز انتخابات خوب کار شده، شما باید حداقل در روزهای اول این روندی که فعلا جریان داره خیلی پیش می بودید، ولی خب با تاخیر روبرو شده. خب ببینید، خب اینجا بحث دیتا انتری ما با تاخیر نیست، ما پیش هستیم، بسیار خوب روان هستیم. تا هنوز در حدود 21,000 فرم نتایج او را سرور رسیف کرده، به سرور رسیده. ما طور که شنیدیم دو انجینیر شرکت آلمانی قرار است به افغانستان بیاید. مشکل در کجا رخ داده که اونا میخواین بیاین؟ خب اصلا مشکلی است که سرور امیگه خود گیتویش که است، اینی تا جایی که تخنیکارای ما در این مورد صحبت میکنه میگن که بیروبار سرشان زیاد میشه، نمیتونه که اونو کوچ داخل سرور شوه، یعنی وقت خب این بیروبار از قبل قابل تصور بود آقای ننگ؟ ما در انتخابات که پس ما اگر ما در این مورد نمیتونستیم که ما 1-2,000 دیویس ما او را پر بکنیم و ایره ما امتحان بکنیم، ولی فعلا در هر مرحله ما تمام مسئولیت های که هست مشخص است که سرور کمپانی در این مورد کاملا متحد است که این مشکل باید حل بکنه. ولی خودتان میفهمین که ما بارها در تلویزیون هم گفتیم، در رسانه هم گفتیم که خود تکنولوژی کسی تضمین کردن نمیتونه. بس همینجاست آقای ننگ. اگر ما شما ایمیل همی خود کامره تان ایمیلی کار نکنه، چند ساعت میگیره که پس جور شو؟ حساسیت کامره ما با حساسیت دیوایس و دستگاه بایومتریک خیلی فرق میکنه آقای نه. تکنولوژی از کدام جهش فرق میکنه؟ تکنولوژی هم فرقش هم بگو. نگرانی فرق تکنولوژی رو برای ما بگو که در کدام جهش در حال در حساسیتش آقای ننگ. دستگاه بایومتریک اگر خراب شه با دوربین و کامره ما بسیار فرق میکنه. در حال حاضر آقای ننگ، آیا نگرانی تکنیکی در رابطه با دستگاه بایومتریک دارین که دو تا
مهندس و انجینیر آلمانی قرار است به افغانستان و مشکل حل کنه؟ بالکل بالکل انشاءالله مشکل چقدر نگران کننده است؟ هیچ نگران کننده است. پس دو دو انجینیر میایه برای حل و مشکل. تو ما رفتم در چیز از یک کمپانی یک موبایل خریدن. درست؟ این موبایل که خراب شو ایره جور میکنی یا اوس مندازی؟ درستش میکنیم. درستش میکنی. خو عمیق است. این تکنولوژی به ضمانت خریده شده که فرضاً اگر هر ما ولی تو نیست که فعلا کدام مشکل پیدا کنه. مشکل نیست. خود دیتا انتقال میشه ولی با کندی انتقال میشه. این ناظرین میفهمه ما تمام راههایش سنجیدیم پیش روی ناظرین نزدیک سرور نمی مثلا انجام دادیم ولی امی مساله را حل نشد و بالاخره ما برای کمپانی صحبت کردیم و بزرگترین فرصت ان شاء الله این مشکل حل میشه. چند درصد کار دانشا پیش رفته در زمینه تخلیه داده ها و انتری؟ ممکن کار ما در دیتا سنتر ممکن به 50% نزدیک شده باشه. گفتگوی همکارم علی حسینی بود با عبدالرحمن ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. نیکولاس کی، نماینده غیر نظامی ناتو در امور افغانستان، به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور توصیه کرده که صبور باشند و به کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد کنند. پیش از این هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات، از ناتو و متحدان خارجی افغانستان خواسته بود تا نامزدها را از اعمال فشار بر کمیسیون انتخابات منع کنند. قرار است بر اساس قانون نتایج ابتدایی حدود 10 روز دیگر اعلام شود. بعضی از نامزدها از همین حالا در مورد بروز تقلب هشدار دادند. از نماینده غیر نظامی ناتو پرسیدم پاسخ او به درخواست کمک رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چیست؟ قطعا من در تمام ارتباطهایی که داشتم با نامزدها یا با نمایندگان اونها تأکید کردم که نیاز هست که صبور باشند. این یک فرایند پیچیده است و خیلی مهمه که با کیفیت خوبی انجام بشه و سرسری و با عجله انجام نشه. قابل فهمه که خب یک انتخاباتی 10 روز پیش انجام شده و نامزدها خیلی سخت رقابت کردن و البته که میخوان که نتایج رو هر چیز زود تر بدونن، اما من همه رو تشویق میکنم، از همه میخوام که صبور باشند و به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی فرصت بدن که به شکایت های مربوط به تقلب و غیره رسیدگی کنن، به اونها وقت و فرصت بدن و دخالت سیاسی و فشاری نباید روی اونها باشه. غیر از این توصیه کاری هست که شما بتونید بکنید؟ مثلا نظارت مستقیمی بکنید؟ مثلا افرادی رو بفرستید که با کاندیداها صحبت بکنند؟ فرایند کمیسیون مستقل انتخاباتی باز هست به روی ناظران و بازرسان از جانب نامزدها، از جانب احزاب سیاسی و همچنین از جانب سازمان‌های انتخاباتی و جامعه مدنی. وقتی که من با اونها ملاقات کردم دیدم که کسانی اونجا بودند که نقش ناظر رو بر عهده داشتن و روی کار کمیسیون داشتن نظارت می‌کردند و این مهمه که جامعه افغانستان اعتماد داشته باشه به کاری که کمیسیون داره انجام میده و این اعتماد رو باید بیشتر کرد. باید طبیعتاً بحث نظارت مهمه، دسترسی رسانه‌ها به این فرایند مهمه و آپدیت‌ها و به روز رسانی پیوسته از جانب کمیسیون هم مهمه. بعضی از کاندیداها از همین الان ادعا می‌کنن که تقلب وسیعی صورت گرفته. شما اونجا هستید، نظر شما چیه؟ نظر من اینه که باید به کمیسیون و بدنه انتخاباتی اجازه بدیم که کارشو بکنه. کمیسیون داره رأی ها رو میشموره، کمیسیون شکایت ها داره به شکایت ها رسیدگی میکنه و نظر میده درباره اون شکایت ها. تا زمانی که این نهادهای انتخاباتی کارشون رو به پایان نبرده باشن، ما به عنوان جامعه بین المللی و جامعه افغانستان باید که با بردباری منتظر باشیم و به این فرایند احترام بگذاریم و همچنین به اونها زمان و مجال لازم رو برای کار خودشون بدیم. منظورم اینه که طرف‌ها به نظر میاد که بسیار مشکوک هستن به روند انتخابات. یک بحران دیگه ممکنه که در فضای سیاسی افغانستان رخ بده.
خب همونطور که خوب میدونید انتخابات ها در افغانستان در سالهای متمادی در سالهای اخیر یک تاریخچه پرفراز و نشیبی دارن و متاسفانه در گذشته اتهام های تقلب جدی و رفتارهای نادرست رو داشتیم. این بار تدابیر زیادی و کنترل های زیادی انجام شده و اندیشیده شده تا یک انتخابات سالم و منصفانه و عادلانه داشته باشیم و تنها رأی های درست شمرده بشن و این چیزی است و کاری است که کمیسیون مستقل انتخابات الان داره انجام میده و ما باید صبر کنیم و به اونها زمان لازم رو بدیم که کار خودشون رو انجام بدن. وقتی که کارشون تموم شد نتایج رو بررسی کردند و قضاوت کردند و منتشر کردند، اون وقت در موقعیتی خواهیم بود که ارزیابی کنیم که این انتخابات تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده. منظورتون از رأی های درست چه رأی هاییه؟ فرایند رسیدگی به شکایت ها هستش که وقتی که کمیسیون شکایت های انتخاباتی اونها رو بررسی میکنه و در نتیجه اگر که اتهام های با تصمیم میگیره که اتهام ها مبنای درستی دارن یا نه. مسئله دیگر اینه که کمیسیون مستقل انتخابات طبیعتا داره با بحث بایومتریک و رأی های بایومتریک داره به اون رسیدگی میکنه، رأی هایی که از نظر بایومتریک تایید شده بودن و از طرف دیگر رأی هایی که بدون راستی آزمایی بایومتریک به صندوق انداخته شده بودن. شخص رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به من گفته و همچنین به رسانه‌ها گفته که این کمیسیون الان داره تنها رأی های بایومتریک رو، رأی هایی که از نظر بایومتریک ثبت شدن، داره تنها اونها رو میشماره. در هر صورت در انتخابات گذشته دو طرف ادعای پیروزی کردند، طرف مقابل رو به تقلب متهم کردند. یک راه حل سوم از با میانجیگری آمریکایی ها پیشنهاد شد، یک دولت تقریبا ائتلافی، یک دولت بر اساس اجماع. این بار طرف ها میگن که این راه حل رو قبول نمی کنند. فکر میکنید که آیا راه حل دیگه وجود داره؟ آیا یک برنامه جایگزینی میشه پیشنهاد کرد اگر طرف ها قبول نکنند؟ خب ما هنوز در فرایند شمارش آرا و رسیدگی به صحت اونها و رسیدگی به شکایت ها هستیم. بنابراین الان خیلی زوده که بخوایم گمان زنی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر که یک طرف یا طرف های بیشتری نتایج رو نپذیرند. ما میدونیم که این فرایند نیاز داره که بهش فرصت داده بشه که نتایج راستی آزمایی شده مشخص بشن و منتشر بشن و اون وقت اگر نامزدها به این فرایند احترام بگذارن، خب ما از هر بحرانی اجتناب خواهیم کرد در آینده و بنابراین فکر نمی کنم که مفید باشه در این مقطع که بخوایم پیش بینی کنیم یا گمان زنی کنیم که یک بحرانی خواهد بود یا نبود. گفتگوی بود با نیکولاس کی، نماینده غیر نظامی ناتو در امور افغانستان. جنگ لفظی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت بالا گرفته. بعد از گفتگوی تلفنی بوریس جانسون با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که مذاکرات بر سر یک توافقنامه جدید برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا در آستانه شکست است. ولی رئیس شورای سران اتحادیه اروپا آقای جانسون را به تلاش برای پیروزی در یک بازی احمقانه تعیین مقصر متهم کرد. با وجود این بگومگوها مذاکرات بین دو طرف همچنان ادامه دارد. همکارم بهرنگ تاجدین اینجاست، موضوع رو دنبال کرده. بهرنگ، حرف از تعیین مقصر اینجا. ببین، خواسته اصلی دولت بریتانیا اینه که 31 اکتبر، حدود 3 هفته دیگه، بریتانیا با یک توافقنامه از اتحادیه اروپا خارج بشه. تمام نشانه ها حاکی از اینه که رسیدن به یک توافقنامه جدید با اون مشخصاتی که بریتانیا میخواد تقریبا غیر ممکنه. در نتیجه دو تا اتفاق ممکنه بیفته. ممکنه بریتانیا بدون یک توافقنامه از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، ممکنه برگزیت به تعویق بیفته. اولی، یعنی خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، باعث میشه که به طبق پیشبینی بانک مرکزی بریتانیا اقتصاد کشور در یک سال رشدش منفی 5.5% باشه و بیکاری بالا بره، تورم بالا بره و الی آخر. و همین امروز یک اندیشکده اقتصادی
در واقع متخصص امور بودجه‌ای اعلام کرد که این اتفاق باعث میشه که کسر بودجه بریتانیا در یک سال دو برابر بشه و بدهی ملی بریتانیا به تقریبا 90% تولید ناخالص داخلی سالانش برسه که از دهه 60 میلادی به این طرف سابقه نداشته. پس این حالتیه که دولت بریتانیا نمیخواد تقصیر خروج بی توافق بیفته گردن خودش. داره میگه اتحادیه اروپا با رسیدن به یک توافق جدید مخالفت میکنه. حالت دیگه اینه که طبق اون قانونی که نمایندهای مجلس بریتانیا همین چند هفته پیش تصویب کردن، دولت آقای جانسون مجبور بشه تقاضای تعویق برگزیت رو بده و اتحادیه اروپا هم موافقت کنه. آقای جانسون با این شعار اصولا نخست وزیر شد که بریتانیا در پایان ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج میشه حتی اگه سنگ از آسمون بباره. سنگ از آسمون نباریده ولی ممکنه این اتفاق بیفته. به همین خاطره که دولت آقای جانسون دنبال پیدا کردن مقصر برای این دو حالتی که گفتم. و مسئله اساسی اینه که این بازی در افکار عمومی داخل بریتانیا برنده بشه، یعنی بگه که اگر که بریتانیا بدون توافق اومد از اتحادیه اروپا بیرون، تقصیر اتحادیه اروپا است که با توافق نامه جدید مخالفت کرد. اگر بریتانیا مجبور شد برگزیت رو به تعویق بندازه، تقصیر بقیه است، تقصیر دولت نیست. تصاویر زنده‌ای هم داریم از پارلمان. البته چرا اتحادیه اروپا طرح جدید رو قبول نکرده؟ یه توضیح کوچیک در مورد این تصاویر بدم. بله، مراسم تعلیق پارلمان به خاطر اینکه دولت میخواد دوشنبه هفته آینده یک اصطلاحا نشست جدید پارلمان رو با سخنرانی ملکه شروع کنه. ببین، اتحادیه اروپا میگه که این پیشنهادی که آقای جانسون هفته پیش مطرح کرد غیر عملیه، به خاطر اینکه برای اینکه بریتانیا با این توافقنامه پیشنهادی آقای جانسون بیرون بیاد، هم اتحادیه اروپا باید یه سری از مقررات داخلیشو تغییر بده، هم یه کنوانسیون بین المللی باید تغییر بکنه، هم باید دو طرف امیدوار باشن که در یک سال آینده تکنولوژی با یک سرعت شدیدی پیشرفت میکنه که اون مشکلاتی رو که در واقع اون کارهایی رو که میخوان به صورت الکترونیکی انجام بشه، الکترونیکی قابل انجامه. به طور خاص بحث گمرک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند که میخوام به جای اینکه مثل همه مرزهای دنیا یک پستای بازرسی دم مرز یا یه جای نزدیک مرز باشه که مثلا کامیونا رو بازرسی کنن، بارنامه ها رو بررسی کنن، تمام این کارا الکترونیکی انجام بشه و ردگیری ها هم الکترونیکی انجام بشه. به همین خاطر که اتحادیه اروپا احساس میکنه پیشنهادی که بریتانیا داده عملی نیست از نظر حقوقی و از نظر در واقع تاسیسات و اینا. بازم در تصاویر زنده پارلمان رو داریم، مجلس عوام رو. بعد از این قرار چه اتفاقی افتاد؟ ببین، همین الان داریم میبینیم این مراسم تعلیق پارلمانه که لازمه برگزاری یک سخنرانی ملکه است. سخنرانی ملکه یه سخنرانی نیست که ملکه الیزابت دوم نوشته باشه، بلکه برنامه تقنینی دولته، یعنی اینکه دولت در مثلا یک سال آینده چه لوایحی رو میخواد به پارلمان بیاره و تصویب بکنه. و میدونین که این کار چند هفته پیش هم برگزار شد، آخر کار کشید به دیوان عالی بریتانیا، رأی داد که دفعه قبلی غیرقانونی بوده. حالا به هر حال دولت میخواد مجددا اینو برگزار کنه. ولی دوشنبه هفته آینده که این برگزار بشه، پنجشنبه جمعه نشست سران اتحادیه اروپا است و اگه تا اون موقع دو طرف به یک توافقنامه جدید نرسیده باشن، شنبهش یعنی فردای برگزاری اون نشست باید دولت نامه بنویسه از اتحادیه اروپا قانوناً درخواست تعویق برگزیت رو بده. ببین، چه بریتانیا در پایان ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج بشه، چه این داستان به تعویق بیفته، همه انتظار دارن که در طول دو سه ماه آینده احتمالاً یه انتخابات زودرس پارلمانی برگزار بشه. به همین خاطره که این تعلیق پارلمان و این برگزاری سخنرانی ملکه هم جنجالی شده، به خاطر اینکه اونطور که یک استاد حقوق اساسی گفته بود، این به نوعی سوء استفاده دولت، به خاطر اینکه عملاً وقت کافی برای اجرای این برنامه تقنینی نیست و از نظر این استاد حقوق به نوعی دولت و حزب حاکم محافظه‌کار داره از ملکه یک استفاده سیاسی میکنه برای اون انتخابات زودرسی که همه انتظار دارن به زودی برگزار بشه. جان برکو رو میبینیم، رئیس مجلس، و ممنونم از بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو. شمار بازداشت‌شدگان در دومین روز از اعتراضات فعالان اقلیمی در لندن به 500 نفر رسیده. معترضان گفتند بنا دارن برای دو هفته تمام به خاطر کوتاهی در مقابله با گرمتر شدن زمین دست به تجمع و تحصن در مرکز شهر بزنند و از طریق نافرمانی مدنی سیاستمداران رو وادار برای
مهار بحران اقلیمی کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. روز دوم، معترضان حسابی اتراق کردند در زیر نگاه مراقب و همیشه حاضر پلیس. در این دو روز پلیس 500 فعال اقلیمی را بازداشت کرده است. بازداشت آری، شدت عمل نه. شدت عمل در قبال معترضانی مؤدب، صلح طلب و مهربان که می‌خواهند کره زمین را نجات دهند، برای پلیس کار آسانی نیست. این پرچم معترضانی است که نام خود را شورش علیه انقراض گذاشتند. و پرچم این شورشیان فعلا بالاست. و بساط رقص و نیایش به درگاه طبیعت برپا. اما پلیس فقط نظاره‌گر نیست و وظیفه دارد نگذارد فعالان اقلیمی در مرکز بزرگترین تصمیم گیری های سیاسی و دفاعی بریتانیا خیلی جا خوش کنند. دو گام به جلو از طرف پلیس، دو گام به عقب از طرف معترضان اقلیمی. کارزار نافرمانی مدنی و مبارزه مسالمت آمیز در یک کشور دموکراتیک به این شکل. پلیس داره سعی میکنه با نهایت ملایمت معترضان رو دور بکنه و در یک نقطه تجمیع بکنه، ولی فعالان اقلیمی هم بدونی که بخوان درگیر بشن با پلیس، سعی میکنن که توجه افکار عمومی را از طریق خلق همین صحنه ها به مسئله بحران اقلیمی جلب کنند. شاید تا یک سال پیش افکار عمومی بریتانیا گرمتر شدن کره زمین را یک بحران اقلیمی نمیدید. اما حالا مطالبات این معترضان برای افکار عمومی آشناست. ما خیلی خوش شانس بودیم که در این دنیای زیبا زندگی کنیم. اما چی داریم که به فرزندانمون بدیم؟ آیا اونا میتونن مثل ما زندگی کنن؟ احتمالاً نه. ما در معرض یک انقراض بزرگیم. کار دولت تعیین اولویت هاست. تعیین اولویت هم یک انتخابه. هرچی مردم این کشور سر و صدای بیشتری را بندازن، باعث میشه سیاستمدارایی که به محیط زیست اهمیت میدن این موضوع رو در اولویت قرار بدن. هدف هم از ابتدا همین بوده. تفهیم این مطالبه که رشد اقتصادی را به عنوان ابزار رسیدن به خوشبختی کنار بگذارید و دست از مصرف سوخت‌های فسیلی که کره زمین را گرم می‌کند بردارید. معترضان می‌خواهند این اتفاق تا 4 سال دیگر بیفتد. دولت بریتانیا می‌گوید 31 سال وقت لازم دارد. برای معترضان 31 سال خیلی دیر است. دانشمندان میگویند ما در میانه ششمین انقراض بزرگ در تاریخ کره زمین هستیم که خود باعث و بانی آن بوده ایم و تبعات آن دامن نسل آینده بشر را میگیرد. سیاستمداران بریتانیا و خیلی کشورهای دیگر موافقند، ولی اما اگرهای فراوان دارند. ابرهای تغییر در راهند، ولی نه با سرعت کافی. برای دادن شتاب بیشتر به این تغییر، تا 12 روز دیگر در لندن آش همین است و کاسه همین. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنونم از همراهی شما با این برنامه. شما